نکته پایانی این فصل نحوه ایجاد متون متحرک در صفحه با استفاده از تگ مارکوی می باشد. تگ مارکوی به شما اجازه می دهد که یک متن را به دلخواه در صفحه به حرکت درآورید. تنها مشکل این است که مرورگرهایی که بر پایه نت اسکیپ ساخته شدند، نمی توانند به طور کامل با این تگ سازگار شوند و در پاره از اوقات با آن مشکل پیدا می کنند. و تنها متن بدون حرکت را نشان می دهند. همچنین در html چهار به بعد استفاده از این تگ و تگ بیلینک توصیه نمی شود. با این حال برای اینکه با نحوه عملکرد این تگ آشنا باشید در ادامه آن را معرفی می کنیم. همانطور که گفته شد از این تگ برای متحرک کردن متون استفاده می شود. برای این کار می بایست با تعدادی از شناسه های این تگ آشنا شوید. ابتدا شناسه لوپ این شناسه با دریافت عبارت اینفینیت یا مقدار منفی یک باعث می شود که متن مورد نظر ما تا زمان بستن صفحه در حال حرکت باشد. به عنوان مثال به این سند HTML دقت کنید. در قسمت بادی این سند تگ مارکوی را نوشته و تاثیر آن را مشاهده نمایید. برای اینکه تاثیر این تگ را مشاهده نمایی، سند ایجاد شده را با استفاده از فایرفاکس باز می کنیم. همانطور که می بینید، متن مورد نظر در صفحه حرکت می کند و این کار تا زمان بستن صفحه ادامه دارد. برای اینکه دفعات حرکت گردشی متن را تعیین نماییم، می به شناسه لوب مقدار مورد نظر را بدهیم. مثلا با تعیین مقدار دو متن تعیین شده تنها دو بار در صفحه میچرخد و بعد از آن ثابت می شود. دو شناسه دیگر این تگ عبارتند از بیچی کالر و ویتس که به ترتیب رنگ زمینه مت و عرضی که مت در آن گردش می کند را معین می کند. بیچی کالر مقادیرش را مانند رنگ های دیگر یا با نام رنگ و یا با شماره هگزادسیمال رنگ مورد نظر میگیرد. نیز بر حسب پیکسل و یا درصد تعیین می شود. به عنوان مثال در تمرین قبل این دو شناسه را تعیین کرده و تاثیر آن را مشاهده نمایید. همانطور که می بینید هم رنگ زمینه ی و هم عرض محدوده که در آن گردش می تغییر کردند.